درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 26 از ماه اکتبر. خب در روز چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. شاید در آینده نزدیک برگردیم و شاهنامه شناسی بکنیم. این بی اندازه مهم هست که ما بتوانیم کتاب رو بخوانیم و به معانی و مقصود اون پی ببریم. کتاب شاهنامه مهمترین میراثی است فرهنگی که از استاد طوس بر جای مانده، بنابراین بسیار بسیار مهم هست ما که شناسنامه ایرانی داریم کتاب رو اندکی بشناسیم، کما اینکه اون چه فرض کنین هومر گفته است در ایلیاد، این به صورت یک سنت ناگسستنی فرهنگ مغرب زمین است مطالب این کتاب. و غربی ها می نازن به میراث یونانیان و یونان رو از خود می دانن و ما اون چه خود داریم رو ارج نمی نهیم متاسفانه. خب اجازه بدهید از یکی از عرض کنم که شاهکارهای دیگر زبان پارسی، یعنی گلستان شیخ اجل سعدی، یک داستان کوتاه بخوانم. یکی را از بزرگان ائمه، امام یعنی پیشرو. امام وقتی ما امروز میگوییم امام به یاد امام جعفر صادق میافتیم و بعد هم لقب امام به خمینی دادن، در حالی که امام یعنی پیشرو، پیشوا، عرض کنم حتی کتب مهم رو امام میگفتن. این که میگوید که یکی را از بزرگان ائمه، الزاماً مقصود 12 امام و 14 معصوم مثلا نیست، بدون معنی که ما امروز میشناسیم نیست. میگوید یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت. ببینید فوت کرد غلطه، فوت شد یا وفات یافت صحیحه، چون به اختیار خود آدم نیست که شخص فاعل فعل مردن بشود. میفرماید وفات یافت. یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یا پرسیدند که بر صندوق گورش چه نویسیم. گفت آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آن است که روا باشد بر چنین جای ها نوشتن که به روزگار سوده گردد. این پسودن یعنی ساییدن، بعد شد بسودن در شاهنامه. اینجا میگوید سوده گردد، حالا ممکنه صحیحش پسوده یا بسوده بوده و دقیقه، که به روزگار سوده گردد و خلایق برو گذرند و سگان برو شاشند. اگر به ضرورت چیزی همی نویسند این بیت کفایت است. وه که هر گه که سبزه در بستان بدمیدی چه خوش شدی دل من. بگذر ای دوست تا به وقت بهار سبزه بینی دمیده بر گل من. به به، بله خیلی خیامی است این بیت. گفت که چه بنویسیم؟ آخه آیات قرآنی برای قبرها می نوشتن قدیما، این قرآن رو میدیدی که بر سر قبرها میخوانند و کسانی پرداخت میکردن قرآن خان که شبها بر سر مزار او قرآن خوانی کنند. میگوید که این عزت و شرف کتاب بیشتر از آن است که بنویسیم، خاطر گذشت زمان این پاک میشه و سگان بر رو ادرار میکنند. این است که این بیت بنویسید. وه که هر گه که سبزه در بستان بدمیدی چه خوش شدی دل من.
بگذر ای دوست تا به وقت بهار سبزه بینی دمیده بر گل من یا از دل من. باری داستان کوتاه از استاد سخن سعدی. خدمت شما عرض میکنم که در برخورد با دوستان هموطنان در حق مخلص بسیار بسیار لطف میکنن و بسیار محبت میکنن و بنده رو شرمنده میکنن. از همه شما سپاسگزارم هموطنان. اما از بعض سخنان و لابلای بعضی کلمات بنده در میابم که بعض هموطنان دریافت غلطی از کارهای ما داشتن. بیشتر از 30 سال است که ما در خدمت شما هستیم، در واقع در خدمت هموطنان را عرض میکنم، تلویزیون قریب 16 سال، تلویزیون و رادیو روی هم قریب 32 سال، پیش از اون هم در واشنگتن بودم و اونجا هم بیکار نبودیم و سخن میگفتیم بعضی اوقات. باری بنده در میابم که هموطنان دچار اشتباه شدن در بعض مسائل و اون موضوع دین هست. ما چون آمدیم و هموطنان ما را آزادی خواه دانستن و فکر میکنم هستم و به این معنی افتخار میکنم و این تنها کاری است که در واقع ارزش حتی جان دادن دارد، آزادی این است که بر مبانی آزادی هم بایستی احترام داشت و عقیده و عقاید بایستی احترام کرد. بنابراین اگه ما بیاییم و فرض کنیم فقط کارمون صرفاً و هدف ما این باشد که جنگ بکنیم با دین، این در تضاد میافتد با کل آزادی خواهی. چون اعلامیه حقوق بشر هم نگاه بکنید، میگن انسان ها بایستی آزاد باشن در عقاید و در تجمع، بیان بایستی آزاد باشد، این از حقوق انسان هست. اینها پس دین محترم است به جهتی که آدم ها محترم هستند و عقایدشان محترم است، اما حد احترام دین تا کجاست؟ تا اونجاست که زنجیری بر گردن انسان نشود این دین. تا احترام دین تا اونجاست که وسیله تحمیل و زور و شکنجه و عذاب نشود و یک جامعه رو خفه نکند، چون دین در خدمت انسان هست نه انسان در خدمت دین. انسان شریفتر از همه این پدیده هاست. همه پدیده ها رو خود انسان ساخته، هیچ چیز از آسمان نیومده، هیچ پیغمبری وجود نداشته. پیغام آوردم از آسمان ها. تو کی هستی که پیغام بیاری آسمان ها؟ آسمان کجا هست؟ تو چه میگی؟ این است که برتر از دین آزادی است و هر پدیده‌ای که بخواهد آزادی انسان را از میان بردارد و زنجیری بشود بر دست و پای انسان شریف، باید اون رو نقد کرد، باید باش مبارزه کرد و در پی آزادی کوشید و دین هم سر جای خودش باشد و محترم باشد. همه کاری که جهانیان کردند، جهان مترقی چه کرد؟ جهان مترقی نیومد کلیساها رو خراب کنه. جهان مترقی حتی کشیش ها رو با این همه جنایت که کرده بودن و آقا بروید و در همین کلیسا بنشینید، اونجا هر چی میخواهید بگویید، اما در سرنوشت مردم شما نمیتوانید دخالت کنید. آخوند بایستی کار آخوندیش رو بکنه. این گروهی که امروز آمدن در هیئت اهریمنان و حقیقتا در هیئت اهریمنان، وقتی نگاهشون میکنی میبینی یک آدمی که حتما پشم دارن، بدون استثنا همه پشم دارن و یک چیزی روی سر، یک چیز وحشتناکی. اینها نماینده جهنم هستند. اینها
نمایندگان دوزخن، آدم های دوزخی هستن، با اندیشه های دوزخی، و از دست اینها همه کار بر میاد. اگه حالا هر قرنی یکی آدم خوب هم تو اینها پیدا شد، اون استثناست، استثنا در همه چیز هست. یک هیبت عجیب برای خودش درست کرده مردک، و به زبان بیگانه هم سخن میگه که تو رو بترسونه. عربی میگه، یه چیز گذاشته روی سرش، مبالغ پشم، و هرچه پشم بیشتر، هیبت بیشتر، وحشت بیشتر. ترسوندن آدم یکی از ارکان مهم دین هست، ایجاد وحشت کردن. بیشتر مردم از ترس چسبیدن به این دین. نکنی فشار قلب درست باشه، ای وای خواهر مردی، انداختن توی گور، خاک هم رو دیختن، حالا دو طرف هم این چرخهای هیدرولیکی به کار افتاده و داره فشار میاره. ای بابا، فشارا رو قبلا تحمل کردی، کتکی از آخوند خوردی، تو سری خوردی، تحقیر شدی، صبح تا شب دنبال نون آب دویدی، دیگه فشاری به تو وارد نمیکنه این زمین. زمین بابا مهربانه، کاریت نداره زمین. اما اینها نمایندگان دروغ و وحشت هستن. حتی یکی از القاب، دو لقب پیغمبر اسلام، بشیر نذیر هست، یا بشیر و نذیر، یعنی هم بشیر بوده و هم نذیر بوده ایشون، یعنی هم بشارت میداده هم میترسونده. خب پس پشم، شما جانوران خیالی هم که برای تو کتابایی که این فهوار رو دارن، یعنی ترسوندن، حتما پشم در کار هست. یه ریشنامه داره عبید زاکانی، بایستی من بیارم خدمتتون بخونم، خیلی خنده داره. پشم و لباس غریب، یک نعلینی هم به پا کرده و شده نماینده آسمان ها. شما کار کنید، من بخورم، چون من نماینده آسمان ها هستم. اه، مگه تو محمد حسن نیستی با هم بازی میکردیم تو کوچه ها؟ و چی شد یه مرتبه تو نماینده شدی؟ نماینده کی شدی؟ نماینده آسمان شدی؟ نماینده نمیدونم جهنم شدی؟ قاسم جنت و نار شدی؟ شیش مرتبه فیضیه. باری اینها، با اینها باید مبارزه کرد. هموطن، آزادی به دست نمی آید تا ما در درجه اول به آگاهی برسیم و ماهیت اینها رو بشناسیم. و وقتی اینها رو خوب تجزیه و تحلیل منطقی کردیم و شناختیم، با اینها مبارزه بکنیم و کشور رو از اینها پس بگیریم و آزادی گم شده رو دریابیم. که نمیشه که، تا کی ما باید اسیر باشیم؟ این اسارت قرار است چقدر طول بکشد؟ آقا بدهکاری ما به اینها چقدر است؟ یکی بیاد حساب کنه. تا آخرین قطره عاطفه انسانی در ما بوده، اینها کشیدن انداختنش به اون سو. گریه کنیم برای عسکر، آقا چشمان ما خوش شد بس گریه کردیم برای عسکر. برای خودمان کی باید گریه کنیم؟ احوال ما بسیار زاره. یک جهانی بایستی به حال ما گریه بکند، ما ملت ایران. از این اسارت و از این خفت و از این بدبختی که میکشیم از دست یک مش آدم هایی که گویا از زیر زمین بیرون آمدن، چون با جهان مدرن که اینا هیچ گونه سنخیتی ندارن، ذات اینها و جنم اینها و تعلیمات اینها با انسانیت اساسا کاری نداره. میگن من انسانیت رو قبول ندارم، حقوق بشر رو قبول ندارم. ما حقوق بشرمون تو کتابمون هست. که در کتاب تو حقوق بشر هست؟ به بشر اجازه نفس کشیدن نداده این کتاب تو. میگوید هر چه من گفتم همان است، هر که نش داستانش با شمشیره قمه. در کتاب تو اثر از حقوق بشر هست؟
ما که ندیدیم. هر که با ما نیست بر ماست. مالش حلال، خونش هم هدر، زن و بچه‌ش هم میاریم، هر کار خواستیم به حقشون میکنیم، بعد میفروشیم. میفروشیم پولش میریزیم جیبم. این حقوق بشری است که آخوند میشناسه. داره جامعه اینار ایرانی رو پاک 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 میکنه. همه شیعه خالص مرتضی علی. مسیحی ها رفتن، زرتشتی ها رفتن، نمیدونم یهودی ها رفتن، باهایی ها که جانشون رو برداشتن و رفتن. هر تا دیدید که جامعه یک دسته، بدونید اونجا فاشیسم حاکمه. هر جا دیدید جامعه متلون هست، اونجا انسانیت هست و اونجا قانون هست و اونجا به عقیده انسان احترام گذاشته می شود. مثل هندوستان. هندوستان جای محترمی است، جای مقدسی است. از رو از قدیم و ندیم گفتن آقا هر کسی به خاطر عقایدش تعقیب شد، به او آزار رفت، شکنجه شد، بیاید ما او رو گرامی می داریم. بسیاری از اجداد بزرگوار ما همون قرن اول هجری که دزدان مدینه آمده بودن و کشور رو دیگه تقریبا گرفته بودن، آتش مقدس رو برداشتن و با کشتی حرکت کردند و رفتن گجرات، لنگر انداختن و به پادشاه گجرات پیغام دادن که آقا ما ایرانی هستیم، ما زرتشتی هستیم و ما از دست یک مش آدم های عجیب و غریب گریخته ایم، به ما اجازه می دهید در کشور شما باشیم. گفتن خوش آمدید، بفرمایید. قبول کردند و اولین زرتشتیان در گجرات پیاده شدند. بعد از مدت ها به طرف شمال حرکت کردند و امروز مومبای یا بامبی به قول انگلیسی ها، اونجا محل پارسیان هند هست و مایه افتخار هستند. صنایع سنگین هند رو پارسیان بنیاد کردند، آدم های مثل جمشید تاتا. خب پس برمیگردیم سر موضوع اول. بنابراین اگر ما اینجا نقد دین میکنیم، جنگ و دشمنی با دین نیست، مقصود آزادی است. مالک این سرزمین مردم ایرانن. حاکمیت این سرزمین متعلق به ملت شریف و بزرگوار و کهن ایران زمین هست. آخوند هم جاش در مسجد، نه در وزارت امور خارجه و نمیدونم موضع رهبری و این حرفا، که کار اینها نیست. کار اینها دروغ گفتن است. خب اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم و چون روز بزرگداشت کوروش هست و من دیدم یک آدم ملایی که لباس ملایی را درآورده است در حضور ملایان دولتی در تکریم و تعظیم کوروش سخنان زیبا گفت، بسیار شاد شدم. خواسته که هزار دست می زدن و ابراز شادی می کردن. اما شنیدم که اینا از مرده کوروش می ترسن. آقا 2500 ساله این مرد رفته اما در دلهای ایرانیان و جهانیان زنده است. اینا از او وحشت دارن. اینها در واقع برای ما احزاب سیاسی که باقی نگذاشتن. ده ها هزار نفر آدم فروش هم که بر ما گماشتند. یعنی اگر یک زمانی نمیدونم 6000 نفر یا نهایت 10000 نفر مأمور ساواک در مملکت ما بوده، من حد میزنم بیشتر از 500000 نفر آدم فروش اینا مزد بگیر هستند که ببینن چه کسی نفس میکشه. بنابراین همه راه ها رو بستن، اما وحشت دارن از یک چیز، از ایرانیت ما و از وطن دوستی ما. اینا وحشت دارن.
این هستی گفتن اونجا رو شلوغش نکنین و نمیدونم حتما از این چماقدارانه گذاشتن کسی نره اونجا، اما روز به روز کوروش بزرگتر میشه، هیچ کار نمیتونم بکن. اجازه فرمایید ساز استاد جلیل شهناز رو بشنویم و برگردیم خدمت شما. Thank you.
نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، اونجا نوشته است عطس بهرام مشری، نه مشیری، مشری. این آیدیست که خود تلگرام به یکی از دوستان که بسیار زحمت میکشه این سخنان ما رو میآورد در تلگرام به ایشون دادن. بنابراین اگر اندکی عجیب غریبه تقصیر کسی نیست. ات بهرام مشری مراجعه کنید، اونجا خیلی زحمت میکشن ایشون، ازشون سپاس گذارم. و تمام این سخنان ما رو میخونن و تک تک هایی که به نظرشون جالب میاد در اونجا وارد میکنن. 85,000 نفر هم گویا عضو دارن. خدمتتون عرض کنم که تلگرام چنین مثل که برنامه محکمی است و آخوندها نمیتوانند درش نفوذ کنند، اما بعض هموطنان ما که فعالیت میکردند، ساده اندیش، بعضی مامورین اطلاعات به عنوان خانوم یا دختر خانوم وارد شدن و ارتباط برقرار کردن و بعد تلفن رد و بدل کردن. اون آدم ساده دل ریختن گرفتن اینا رو. شما میدونید به دست مولا گرفتار شدن یعنی چی؟ این است که اگر دارید فعالیت میکنید در تلگرام، شما رفاقتی با کسی ندارید، به هیچ کس نباید، چون به دو نفر اگر بگویید شما رو خواهند گرفت. دیگه گفت که رازی که دو نفر بدانن دیگه راز نیست. شنیدم 4-5 نفر بچه های ایران گرفتن بابت ارسال 4 کلمه حرف. خب ما یکی از آثار بسیار بسیار قدیم از تاریخ نویسی یونانیان، بازگشت 10,000 یونانی هست از زینوفن اور گزنفون به قول خودمون، سردار و مورخ یونانی. و این کتاب رو میگویند در واقع ترجمه حسین قلی میرزاز عماد السلطنه در عصر قاجار ترجمه کرده است با همون ادبیات در باب کوروش. چون روز کوروش هم میرسد، ما قطعاتی از این کتاب رو برای شما میخوانم. نوشته است در بزرگمنشی و تمجید سیروس. خارجی ها به کوروش میگویند سایرس، سایرس دی گریت. اولین کسی که لقب کبیر یافته در تاریخ ایران کوروش است و بعد داریوش. کوروش کبیر، داریوش کبیر. دیگر ما کبیر نداریم تا شاه عباس کبیر. در واقع تاریخ جهان بایستی به یک کسی لقب کبیر بدهد. در هندوستان هم تقریبا همزمان با شاه عباس یک پادشاهی داشتیم از همین اولاد و احفاد تیمور لنگ که اینها پادشاهان مغولی هند گفته میشوند، به نام اکبر، اکبر دی گریت، اکبر کبیر. خب چند سطر اینو من قبلا خدمتتون خوندم تا اونجایی که میگوید که شکارچی معتبری شد و چقدر شجاع بود و بی‌ترس بود از عقب کردن حیوانات وحشی و غیره. روزی یک خرس خودش را روی سیروس انداخت، ولی او ابدا نترسید و با خرس درآویخت. بعد میگوید که با وجود زخم خرس را تلف کرد و به کسانی که اول به جهت مدد او آمده بودند خیلی تمجید و احسان نمود.
پدرش او را حاکم لیدی و فریجی و کاپادوس کرد و روانه اونجا نمود. فرماندهی تمام قشون که میبایستی در صحرای کاستول جمع شود نیز به او داده شد. از اول همچه وانمود کرد که هرگز نباید از وعده ساده و قرارنامه و رفتار مردم گول بخورد و به شهری که مطیع او بود چقدر اعتماد داشت. همچنین اگر دشمنی حرکت خلاف قاعده نسبت به سیروس میکرد مطمئن از بزرگمنشی او بود که هرگز تلافی نخواهد کرد. مثلا وقتی که با تیسافر جنگ کرد تمام امیرهای میله به اطاعت سیروس مایلتر بودند تا تیسافر. اهالی میله نیز نمیترسیدند به سبب اون که نمیخواستند جلای وطن کنندگان را ترک بکنند. در حقیقت همون طور که گفته شد وقتی اهالی میله یا میله دوست شدند سیروس مدلل کرد که هرگز اونها را به دست کسی نخواهد داد و گفت هرقدر از عدد شما بکاهد کار شما نیز رو به بدی خواهد گذاشت. پس اقدام خوب یا بد همیشه معلوم می شود که او می خواهد در همه چیز برتری داشته باشد. از سیروس نقل می کنند که همیشه این آرزو را داشت که به قدری زندگی کند تا بتواند در نیکوکاری یا در انتقام بر دوستان یا دشمنان خود توفق بیابد. تمام مردم آن زمان اعتمادی که به او و شهر او و شخص او و بخت او داشتند به هیچ کس نداشتند. و هیچ کس هم نمیتواند بگوید که او از مردمان شرور و بدکار گول میخورد. با کمال سختی مردم بد را تنبیه میکرد. غالبا در راههای بزرگ مردمانی بی دست و پا دیده میشدند. به قسمی که در زمان حکومت سیروس تمام مردم ایران و یونان بدون ترس در همه جای مملکت سفر میکردند و هر جا میخواستن میرفتن و هر چه میخواستن همراه بر میداشتن که کسی قدرت اذیت و دزدی نداشت. مخصوصا از کسی که در جنگ رشادت مینمود چقدر احترام میکرد. اول جنگی که کرد با پیزیدی ها بود و خودش شخصا قشون را در این جنگ حرکت میداد و هر کس تا که در جنگ بیمهابا و به طور تحور میدید جنگ میکند حکومت شهر و مملکتی که فتح میکرد به او میداد و احترام او را از جهتهای دیگر نیز مینمود. قسمی که شجاعت را یک وسیله خوشبختی میدانست و بیغیرتی را یک لقب بردگی. همچنین همه کس چون سیروس را اینطور میدید خود را به خطر میانداخت. سیروس میل زیاد داشت به کسی که به عدل حکم کنه میکرد و میخواست به عدل و داد مردم دولتمند بشوند نه اون که به ظلم فایده ببرند. خیلی حرف مهمی است. به ظلم فایده بردن مثل وضعیت امروز وطن ما. ستمگری در هر این چین کشور روا و رایج دست آخوند ها. هر ستمی که شما در کتاب می توانید پیدا کنید یا از قلم جاری کنید یا بر زبان برانید اینها در حق این ملت کردن در طول مدتی که بر تخت قدرت نشستند. به این جهت بود که تمام ادارات او به طور عدل حرکت می کردن و از این جهت بود که قشون حقیقی داشت و به این جهت بود که سرداران بحر از دریا نزد او می آمدن نه اون که به جهت فایده و منفعت می آمدن بلکه می دانستن که اونها نزد سیروس با قدرت و با عظمتتر خواهند بود تا اون که مواجب ماهانه دریافت کنند و هر کس این حرکت را به طور صحیح مجرا می داشت او هرگز اون کس را بی عرش نمی گذاشت. همچنین می گفتند که سیروس از تمام مردم خوشرفتارتر بود. وقتی که شخصی را می دید که عادل و سرفجوز حکومت و کار بهتر به او می داد و هرگز چیزی از او نمی گرفت بلکه بیشتر به او می داد به قسمی که به طور دلخوشی اون شخص مشغول کار می شد و هرچه باید به طور امنیت تحصیل می نمود
و هرگز از سیروس اون چه پیدا کرده بود مخفی نمی داشت. کسی ملاحظه نمی کرد که او به دولت میل داشته باشد، ولیکن خزانه مخفی داشت، خزانه مخفی که داشت به او دست نمی زد. دوستان با محبت خود را بله یک معین قابلی می دانست برای هر کاری که می خواست به عهده بگیرد، در صورتی که می دانست وجود دوست از همه چیز لازم تر است. هر دوستی که پیدا می کرد به او از هر جهت کمک می کرد تا او نیز در همه موقع دوست او باشد. یعنی با تولید وحشت بر کسی مسلط نمی شد به طریق دوستی و محبت. در دنیا گمان نمی کنم به کسی به قدر او تعارف و عطیه رسیده باشد و به چندین دلیل هیچ کس به قدر او معتقد به دوستانش نبود که به مذاق هر کدام اون چه خوب و لازم می آمد عمل می کرد. ملبوس پاکیزه به جهت جنگ و زینت برای او همیشه می فرستادند و سیروس همیشه می گفت که نمی تواند تمام ملبوس ها را بپوشد، ولیکن دوست خوب و عاقل از تمام زینت ها به جهت مردم بهتر است. سیروس دوستان خود را که آزادی طلب و آزادی ده بودند مغلوب نمی کرد و این تعجبی ندارد، زیرا که از تمام اونها مقتدرتر بود. ببینید صحبت از کی میکنه؟ 2500 سال پیش. شما ببینید این پادشاهان بابل و سایر مدنیت ها چه مایه خون ریز و جرار بودن و چه مایه مینازیدن به جنایت هاشون. بعد یک ایرانی پیدا شده است به نام کوروش کبیر که تاریخ به او افتخار میکند. عرض کردم یه بار دیگه عرض میکنم، چند مورخ دیدم دور هم نشسته بودن در یک کانال تلویزیونی که هیستوری چنل، کانال تاریخ، همه متفق القول بودن که شخصیتی مثل کوروش نه پس از او نه قبل از او در تاریخ انسان پای به قول ادبای قدیم به مأموره هستی ننهاده. و این مایه افتخار ما ایرانیان است. کوروش کبیر. اسلام چه میگوید؟ تمام اینا کفار بودن آقا، کفار بودن. هر چی بوده بغی و عناد بوده است، کفر و ضلالت و گمراهی بوده است تا جهان منور شده است به قمه رفقا. اینا که میمدن غارت، اینطور که غارت نمی کردن که. اگه میخواد بدونید این فیلم لورنس عربستان رو نگاه کنید ببینید چطوری اینا غارت میکنن. اینها به بچه های پیغمبرشان رحم نکردن، رحم نکردن که لباس اینها رو در اون میدان جنگ کندن، لخت اوریان رهاشون کردن، شلوارا رو میدوزیدن. این جنگندگان اسلام، سرداران اسلام. اگر جوانمردی داشتند، اگر فتوتی داشتند در روزگاری که اینها جاهلی میگویند فراموش شد، فدای زر و زور شد. یک مش آدم وحشی تربیت کرد اسلام که دیگر هیچ فضیلتی نداشتند. مملکت ما خراب شد. ما بر سر گور اینها می نشینیم به سینه می کوبیم. ای بابا دامن خدا رو بگیر برادر من. بی خود نیست که اینها، عرض کنم که خصومت دارن ظاهر مسلمین با رافضی ها که ما باشیم.
هر حقانیتی است دست ما رافضی هاست، بقیه همه کافرن. آقا پس این چه دینی است که 90-95% کفار هستن؟ شما نگاه کنید به دنیای شیعه، ایرانی ها فقط شیعه هست. اگه نیک بنگریم 4 کشور اکثریت با شیعیان هست: 1 ایران، 2 آذربایجان، 3 بحرین، 4 عراق. اینا همه ایرانی هستن. آذربایجان جزی از ایران بوده جداش کردن، بحرین ایرانی بوده جداش کردن، این تیکا این طرف هم ایران از ایران بودن دیگه، ایران بر اینا حکومت میکرد. یعنی هیچ جای هیچ کشور کشور دنیا شیعه نشدن جز ایران، جز این منطقه. ایران و آذربایجان و بحرین و عراق یادتون نره، اینا تنها جای هستن که اکثریت با شیعه هست. یا آقا اصول دین چند تا؟ سنی میگوید آقا اصول دین 3 تا: توحید و نبوت و معاد. ظاهرش هم خیلی منطقی است. مبدع رو میگوید که خدا باشه، آخر کارم که معادش باشه، در این میانم نبوت. خیلی خوب، رافضی چه میگوید؟ اصول دین 5 تاست. یه امامت و عدل هم آورده گذاشته اونجا. تا بعد از گذشت 1000 و اندی سال یه شیخ احمد احسایی پیدا شد، آمد اون 2 اصل رو برداشت. دو اصلی که برداشت شیخ احمد احسایی چه بود؟ یکی معاد بود. آقا معاد چیز میسر نیست، انسان وقتی میمیره به حور قلیایی تبدیل میشه. حالا پیدا کن پرتقال فروش رو، نه خودش فهمیدی یعنی چی، نه ایشکی، نه ما فهمیدیم، نه کسی دیگه. حور قلیایی، حور قلیایی مال نفهمیدیم چی هست این لغت. پس اون معاد رو برداشت از میانه و عدل هم برداشت و چسبید به امامت و شاگردان او سید کاظم رشتی و بقیه بودن، اینها ادامه دادن و بر این نکته پای فشردن که امام زمان زنده است. اینها مقصودشان این بود که از شر آخوند راحت بشوند. من فکر میکنم اگه همه مردم ایران دنبال حرف همون سید کاظم رشتی و بقیه میرفتن که آقا این امام زمان زنده است، یک کسی پیدا میشد، آخوند بازی نمی بود، خیلی به نفع مردم ایران بود، از شر آخوند حداقل راحت می شد. حالا بروید بگوید این مشیری هم بابیست، فرق به عالم ها نمی کنه. روشن فکران اون روزگار همه رفتن دنبال اون مطلب که از شر آخوند راحت بشوند، چون میدونید در اون مکتب همون سید کاظم رشتی و عرض کنم که حسین علی بهاءالله و اینها آخوند وجود نداره. گفتن این آخوند به آخر نگاه میکنه، به آخر نگاه نمیکنه. یکی آمد گفت آقا شما باهایی هستین؟ گفتم عزیز من، من ذهنیت دینی داشتم که اینطور نبود، قربونتون برم. چه حرفی شما میزنید؟ چه فرقی میکنه؟ خب میگوید که میگفت دوست خوب و عاقل از تمام زینت ها به جهت مردم بهتر است. 30 روز دوستان خودش را که آزادی طلب و آزادی ده بودند مغلوب
بودن مغلوب نمود و این تعجبی ندارد، زیرا که از تمام اونا مقتدرتر بود. اغلب اوقات سیروس به جهت دوستانش ظروفی میفرستاد که نصفش پر از شراب بود و میگفت مدت وقتی است به این خوبی شراب ننوشیده است، و به این عبارت پیغام میفرستاد که من این شراب را نزد شما فرستادم که شما با بهترین دوستانتان بنوشید. و اغلب نصف بدن قاضیان و بعض غذاهای دیگر میفرستاد و به برنده میگفت که این پیغام را برسان. ببخشید، عذر میخوام، این مال نصر قاجاری. و اغلب نصف بدن قازبانان و بعض غذاهای دیگر میفرستاد و به برنده میگفت که این پیام را برسان. وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر عزیز در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.